تهدید دیوان بین المللی دادگستری در مورد بدرفتاری طالبان با زنان و دختران. بیش از 20 کشور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با صدور بیانیه‌ای از اقدامات قانونی 4 کشور علیه افغانستان به دلیل نقض آشکار، سیستماتیک و مداوم کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت طالبان به خاطر نقض حقوق زنان و دختران افغانستان با یک اقدام حقوقی چند ملیتی از سوی استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روبرو است. اقدامی که می تواند مقامات طالبان را به دلیل رفتارهای تحقیرآمیز با زنان و دختران و سلب حقوق انسانی آنان به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. نمایندگان کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در سازمان ملل روز پنجشنبه 5 مهر در نیویورک اعلام کردند که این روند را آغاز کردند که می تواند به دیوان بین المللی دادگستری ختم شود. احکام دیوان دادگستری بین المللی از نظر قانونی لازم الاجرا هستند، اما این دادگاه فاقد سازوکار اجرایی است. پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت طالبان تأخیر خود را نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران نشان داده‌اند. رفتار طالبان یک کارزار ظلم مداوم و سیستماتیک به زنان است. او افزود که استرالیا، کانادا، آلمان و هلند قصد دارند استدلال کنند که افغانستان یکی از اعضای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مفاد این کنوانسیون را زیر پا می گذارد. پنی وانگ از حکومت طالبان خواست تا در مذاکرات که در کنوانسیون پیش بینی شده است شرکت کند. این کنوانسیون تأکید می کند که در صورت شکست مذاکرات هر یک از طرفین اختلاف می تواند درخواست داوری کند. اگر کشورهای درگیر نتوانند ظرف 6 ماه در مورد سازوکار داوری به توافق برسند، هر یک از طرفین می تواند اختلاف را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. مقامات طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان مرداد 1400 و پس از خروج نیروهای تحت رهبری آمریکا از آن کشور، قوانین اسلامی را با سختگیری هرچه بیشتر در کشور به اجرا گذاشتند. زنان و دختران بیشترین محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت ورود به پارک‌های عمومی، دانشگاه‌ها و آواز خواندن در مکان‌های عمومی را متحمل شدند. سازمان ملل این محدودیت‌ها را آپارتاید جنسیتی خوانده است.